بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. بستن سایت ها در تاجیکستان نتیجه برعکس داده است. نگرانی سازمان های ژورنالیستی از تغییر و حلاوه ها به قانون مطبوعات. اصلاحات قدری مخالفان سیاسی تاجیکستان. کاهش شمار نظامیان روس در تاجیکستان. تاجیکستان از نگاه اقتصادی هم غیر آزاد اعلان شد. نصیبه نهیم خانوه شامل دهگانه دانشجوهای زیباترین جهان شد. محدودسازی شبکه های اجتماعی در تاجیکستان نتیجه برعکس داده است. حالا اکثر ساکنان استفاده برنامه های صدشکن را آموخته بدون مشکل از شبکه های مسدود شده استفاده می کنند. در تاجیکستان حالا دسترسی به شبکه های فیسبوک، یوتیوب و ادناکلاسنیکی محدود شده است. مسئولان شبکه های اجتماعی می گویند استفاده صدشکن ها شمار استفاده برندگان آنها را چندان تغییر نداده است. تاتیانا یک مسئول شبکه ادناکلاسنیکی در دوشنبه به رادیو آزادی گفته است روزهای اولی محدود شدن تا 50% مشتریانش کم شده بود، ولی حالا مثل قبل به شبکه های آنها از تاجیکستان همه روزه تا 30,000 نفر وارد می شود. پروینه ایبادوه نماینده انجمن شرکت های دسترس کننده اینترنت به منبع خبر گفته است پژوهش او نشان داده است که استفاده برندگان شبکه فیسبوک تنها موقتا در تاجیکستان کاهش یافته بود، اما به گفته او حالا استفاده برندگان این شبکه در تاجیکستان حتی بسته بودنی آن را فراموش کردند. در تاجیکستان سالهاست محدود ساختن شبکه های اجتماعی و سامانه ها تجربه می شود. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان اقرار می شد که با درخواستی آنها این شبکه ها بسته می شود، اما حالا این خدمات محدود شدن شبکه های اجتماعی را کار شرکت ها می دانند و شرکت ها همیشه این را مشکلی تکنیکی می نامند. پارلمان تاجیکستان قانون درباره مبارزه با تروریسم را تغییر داد که آن به مقامات اجازه محدود کردن علاقه تلفنی و اینترنتی را در محل‌هایی که عملیات نظامی علیه گروه‌های جنایی می‌رود داده است. حالا در یگان گوشه از تاجیکستان عملیات نظامی نمی‌رود و هیچ مقامی هم چنین یک امر در مورد محدود بودن شبکه‌های اجتماعی را رسما نداده است، اما همان شبکه‌ها مسدودند. برخی بر این نظرند که شاید محدود ساختن به نفع شرکت‌های موبایل است، زیرا در حال محدود بودن ساکنان از برنامه‌های صدشکن استفاده می‌کنند که آن اینترنت زیادتر را خرج می‌کند که به نفع شرکت‌ها است. اما خالق نظر جمعیف مسئول شرکت بابلون می‌گوید این حرف هیچ اساس ندارد و هیچ گونه محدود بودن شبکه‌ها به شرکت‌ها نفع نآورده است. در تاجیکستان ساکنان از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی، وکانتاکت، شبکه‌های یوتیوب فراوان استفاده می‌کنند. شبکه‌هایی که حالا در تاجیکستان استفاده بردن شان محدود شده است و ساکنان بیشتر طریق صدشکن ها به آنها وارد می شوند. طرح تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات را که قبلا از طرف حکومت تهیه شده بود، کمیته های داخلداری پارلمان طرفداری نموده آن را در شورای پارلمان به بررسی گرفتند. در جلسه شورای پارلمان گفته شده است که تغییر و اضافه ها به قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر واسطه های اخباری عامه با مقصد بهتر کردن نظارت عاید به فعالیت واسطه های اخباری عامه و تامین و تحکیم امنیت اطلاعاتی تهیه شده است. در همین سال سازمان های ژورنالیستی کشور از این طرح قانون اظهار نگرانی کرده آن را محدود کردن آزادی بیان در تاجیکستان نامیدند. چهار سازمان ژورنالیستی، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، اسوسیاسیای ملی واسطه های اخبار عامه مستقل تاجیکستان، شورای واسطه های اخبار عامه تاجیکستان و تشکیلات جمعیتی خومه در این زمینه اظهارات پخش کردند. در اظهارات گفته شده است که جامعه ژورنالیستی تاجیکستان از پیشنهاد تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات دوری و دیگر واسطه های اخباری عامه که برای بررسی به مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان ارائه شده است اظهار نگرانی می نماید. همچنین در اظهارات آمده است این تغییرات محدود کردن آزادی بیان در تاجیکستان می باشد. طرح مذکور کوشش جامعه قانونی پوشانیدن به سنزور می باشد که خلاف سرقانون جمهوری تاجیکستان است. سازمان های ژورنالیستی می گویند در صورت قبول شدن طرح مذکور چنین برخورد امنیت اطلاعاتی کشور را
زیر سوال برده حقوق مردم تاجیکستان را به اطلاعات و آزادی بیان پایمال میکند. در آخر سازمان‌های ژورنالیستی از حکومت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خواهش کردند که به خاطر حفظ معیارهای سرقانون جمهوری تاجیکستان از قبول تغییرات پیشنهاد شده خودداری نمایند. شورای حرکت سیاسی گروه 24 و سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، این دو سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع، در جلسه مشترک سالانه هش که سنه 30 ژانویه 2016 برگزار شده است، وضعیت قانونی تاجیکستان را بررسی نموده، فعالیت خود را در داخل و خارج کشور در سال گذشته مورد بحث و آموزش قرار دادند. مسئله مهم در این نشست سالانه هشان اصلاحات کادری در حرکت بوده است. طبق آوازدهی ویرتوالی، نمایندگان این دو حرکت در کار شورا اشتراک نموده تصمیم گرفتند که هرچی زودتر در حرکت اصلاحات کادری به میان آید. در نتیجه طبق صورت جلسه و قرار نشست جنبسی سالانه اشان، شورای حرکت سیاسی گروه 24 و سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان با آواز اکثریت قرار کردند. شرافالدین گدایف از رهبری گروه 24 سبکدوش کرده شود. صابر ولیف از معاون رهبری گروه 24 سبکدوش کرده شود. در عوض سهراب ظفر رهبری گروه 24 انتخاب گردد. حسین اشورف معاون رهبری گروه 24 انتخاب گردد. در ضمن محمد صابر عبدالقهار رئیس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان انتخاب گردیده، معروف لنگرچیف معاون او انتخاب شد. قابل ذکر می باشد که گروه 24 و سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان زیر پرچم انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان فعالیت می کنند. بینندگان گرامی، حالا برایتان از رویدادهای منطقه و جهان مختصر خبر می دهیم. کتاب نوی قربانگلی بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با نام سرچشمه خرد به نشر رسیده است. رسانه های ترکمنی گفتند این کتاب اساسا از ضرب المثل و مقاله ها عبارت است. با قبل خود قربانگلی بردمحمدوف این ضرب المثل و مقاله ها را او از منابع مختلف طی چند سال اخیر جمع آوری کرده است. 30 ژانویه سال روان هنگامی گذرانیدن چارابینی های فوری جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهروند جمهوری اسلامی افغانستان جوان 16 ساله استقامت کننده ولسوالی شغنان ولایت بدخشان همچون گمانبر در معاملات غیرقانونی مواد نشه‌دار دستگیر شده است. هنگامی کافتکاو شخصی از برخلتش 3 کیلو 770 گرم مواد نشه‌دار حشیش و یک تپانچه در یافت و مصادره شده است. سرور بختی، سردار شعبه کمیسیای ملی اید به کارهای یونسکو، رهبر خدمات مطبوعات سفارت تاجیکستان در روسیه تعیین شده، در این مقام محمد اگمزاد را ایواز کرده است. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. منبع گفت که اگمزاد در رشته دیپلماتی با کارش ادامه خواهد داد، اما حالا مقام نوش اعلان نشده است. ولادیمیر زارودنیتسکی فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه گفته است هیئت پایگاهی 201 که در تاجیکستان است کم کرده شده به هیئت بریگادوی گذرانیده خواهد شد. ژنرال پاکوونی گفته است تغییرات در هیئت پایگاه به قابلیت جنگی آن تاثیر نخواهد داشت. پایگاه 201 به حیث پایگاه خط پیش روسیه در آسیای مرکزی و کفیل صلح و ثبات در منطقه باقی خواهد ماند، گفته است او. کارشناسان به این نظرند که این اقدام وزارت دفاع روسیه با بحران اقتصادی در این کشور از یک طرف افزودن مصرف بخش نظامی این کشور در رابطه با جنگ در روسیه و اوکراین از طرف دیگر ارتباط دارد. الان معلوم نیست که تعداد نظامیان روسیه تا کدام حد کاهش خواهد یافت. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بزرگترین واحد خشکی‌گردی این کشور در بیرون از خاک آن است که در آن بیش از 7000 نظامی ادای وظیفه می‌کنند. تاجیکستان در شاخص آزادی اقتصادی 2016 که از طرف بنیاد میراث آمریکا The Heritage Foundation و مجله آمریکایی The Wall Street Journal نشر شده است، با 51.3 خال کشوری اساساً غیر آزاد خوانده شده، در جای 149 بین 178 کشور قرار گرفته است. در این ردبندی تاجیکستان بین دو کشور آفریقایی اثیوپیا و زیمبابوه قرار گرفته است. مقام اول را در این شاخص هنگ کنگ، سنگاپور و زلاندیای نو به خود اختصاص دادند.
در شهر پکین پایتخت چین آزمون 27 بین المللی پاسداران صلح دانشگاه های جهان World University Peace Service Corps نتیجه گیری شد. تاجیکستان در این آزمون برای نخستین بار در سیمای دانشجوی دانشگاه اسلامیانی و قرغیزی شهر بیشکک نصیب نعیم خان و معرفی گردید و در بین 70 کشور دنیا برنده جای هفتم شد. گرند پری یا شو جایزه را نماینده پیرو و جای اولی آزمون نصیب نماینده چین گردید. نصیب نعیم خانوا در روی بازگشت از چین در فرودگاه شهری الماتای قزاقستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 29 ژانویه گفته است که از مقام گرفتهش خیلی راضی است. نصیبه گفته است انتظار نداشت که در این آزمون بین المللی میتواند برای کشورش چنین مقامی بلند را به دست آورد. جای هفتم نصیبه به شرافت پشتیبانی اینترنتی هوادارانش و هم سخنرانی و برآمدهای او در آزمون بوده است. نصیبه میگوید من خیلی راضی هستم چون که من نخستین نماینده تاجیکستان بودم که در چنین آزمون بین المللی از شرف وطنم حمایت کردم. برای اولین بار این یک نتیجه خیلی بلند است. وقتی به افتخار من پرچم تاجیکستان بلند شد، مرا یک احساس نجیب افتخار از کشور فرا گرفت. طبق مقررات آزمون در آینده نصیبه می تواند شرکت دار کنفرانس و برنامه‌های ویژه سازمان ملل متحد شود و در تبلیغ صلح در جهان سهم گذاری کند. نصیبه نعیم خان و زاده ناحیه اشکاشیم ولایت بدخشان تاجیکستان می باشد و او با کمک برنامه بنیاد رشد آقا خان برای تحصیل به قرغیزستان رفت و حالا در سال سوم بخش ترجمانی از زبانهای انگلیسی و فرانسوی دانشگاه اسلامیانی و قرغیزی بیشکک تحصیل دارد. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهمی روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.